من همونطور که نام و شهرت خانوادگیم گفتید مهدی اصلانی هستم، اما پیش از اون که به پرسش های شما پاسخ بگم تمایل دارم که این بیوگرافی رو از وجهی دیگه به اطلاع قضات محترم، هیئت منصفه، جناب دادستان و حضار محترم برسونم. دوستان گرامی، خانم ها، آقایان، اعضای هیئت منصفه، جناب دادستان، سلام. همزمانی پاییز با برگزاری چنین دادگاهی ناگزیر منو به مکانی پرت میکنه که 24 سال من بر آستانش ایستادم، بند 8 زندان گوهردشت. درست 24 سال پیش در چنین ایامی، هنگامی که دارها رو برچیده بودن و به خونشویی ماجرا داشتند، به بسیاری خانواده های جان سپردگان خبر دادند که برای کسب تکلیف به کمیته هایی که از پیش تعیین شده بود به اون مکان ها در تهران مراجعه کنند. پس از ماه ها انتظار، در صبحگاهی پاییزی خانواده ها در مکان هایی که تعیین شده بود تجمع کردند. امید هنوز رخت بر نبسته بود. پس از ساعتها انتظار صبحگاهی نام مادری خونده میشه، به داخل کمیته میره، لحظاتی بعد با یک کیف کوچیک وسایل دستی که نام دلبندش با خط بد روی اون نقش بسته بود با آسفالت خیابون یکی میشه. کمر شکستگی، سکته، نادیدگی، صدها ساک تحویل میدند و تهدید که مراسم بی مراسم. کسانی اما در لاتاری مرگ بیش از یک ساک سهم میبرند. مادر بهکیش 6 ساک، مادر ریاهی 2 ساک، مادر رضایی 4 ساک. خانم ها، آقایان، پیش از آن که به عنوان شاهد پرسش های شما رو پاسخ بگم، میخوام کمی از آنچه در دوزخ سال 67 بر من و ما آوار شد بگم. از راهپیمایی بلند 24 ساله و عبور از شبگری های پرسه. من بنده هشتی هستم، گوهردشتی، گوهردشتی و بنده هشتی. 24 ساله هنوز همون جا ایستادم، بنده 8 زندان گوهردشت. من امروز در حضور شما ایستادم تا گزارش یک جنایت غریب مکرر کنم و دریغ که این عبارت آخر آبستن همه ی هستی معنای منه. گزارش یک جنایت غریب مکرر. خانم ها، آقایان، شده است که تابستانتان بوی لاستیک کامیون های یخچال دار بده؟ همون کامیونایی که جنازه بار زدند و 24 سال است در ایستگاه خاوران انتظار مسافران نیامده میکشند. من هنوز همون جا ایستادم، بنده 8 زندان گوهردشت. میخوام از 3 روز نیمه مرداد و مجاهدینی که تابستان کش شدند بگم. از لای کرکره های فلزی بنده 8، نیمه شبی که ضیافت کامیون ها بود، چکم پوشانی نقاب زده دیدم که در آن گرمای جهنمی حسینیه و آمفی‌تئاتر آن گوهر کش مکان را سمپاشی میکردند. دانسته نبود این هم از چیست. شماری از کسانی که سرنشین آن کامیون شدند جای مهر بر پیشانی داشتند. و خدا، کسی به درستی نمیداند خدا در آن شبهای جهنمی به چه کار مشغول بود. زمانی که بهترین بندگان درگاهش را به نام او سر بریدند و گونی پیچ کردند و داخل کامیون پرت، چرا هیچ نگفت؟
ملائک بادش میزدند و او فرمان به دست فرستادگان زمینیش سپرده بود. خانم ها آقایان، ای کاش امکان آن بود تا این مراسم در خاوران برگزار کنیم، بر همان پار سنگ ها و خاک پشته ها که خاطره بزرگ ملتی در آن پرپر کردند. آنجا خوبی کار برای من و شما در آن بود که هر وقت میپرسیدید مستند سخن بگو، از مادران و خواهران و همسران داغ و درفش میخواستم با تراشه ناخن و خون سطح خاک کنار بزنند، استخوانهای بیشمار جانهای جوان را به شما نشان دهند. خاطره، میتونی اون خاکا رو با ناخون بخراشی و استخوانهای هبت رو نشونمون بدی؟ مینا تو چطور؟ میتونی به ما بگی چهار برادرت رو کجا پنهان کردم؟ تو که جخ استخوان برادرانت هم از تو دریغ شد. لادن تو چی؟ پیرن تا نخورده ملاقات بیژن کجاست؟ نینا، نازیلا، سیامک رو کجا پنهون کردن؟ مختار، حمزه زیر کدوم نخل قهقه سر داده؟ تلخی هستی ما رو میبینید؟ لحظه یک جنایت غریب لحظه جاودان هستی ما شده. یاد مرگ یاران بیمرگ، من امروز در حضور شما ایستادم تا یاد مرگ یاران مکرر کنم. هنوز همان جا ایستادم، بند 8 زندان گوهردشت. میخوام از پنجم شهریور بگویم، از ساعت مرگ گل، از زمانی که چپکشی آغازیدن گرفت، از پیر کودک آذری جلیل شهبازی. جلیل 5 شهریور با هیئت مرگ روبرو شد، نماز نپذیرفت. حجت الاسلام نیری که از تبار مرگ فروشان بود حکم داد بزنید تا بخونه. هر وعده نماز 10 ضربه کابل الله اکبر. غروب 5 شهریور 10 ضربه. چند ضربه تا مرگ؟ همه 5 وعده 6 شهریور 50 ضربه الله اکبر. چند ضربه تا مرگ؟ و صبحگاه 7 شهریور شیشه مربا بود و جراحت جسم و جان. جلیل رگ زد و غرور به امانت نهاد. نیمه جان بود که شیخ مقیسه ناصریان بر بالای پیکرش خزید و تمام کشش کرد. من هنوز همون جا ایستادم، بند 8 زندان گوهردشت. من امروز در حضور شما ایستادم تا گزارش یک تراژدی مکرر کنم، گزارش نه به حقیر خدایانی که شرم نمیشناسند، کوچکی نمیشناسند، از کوچکی خیش شرم نمی کنند، حقیر خدایانی که بند می شناسند و قفس. معنای زندگی قهرمان تراژدی ما یکی نه که مرگ عقوبت داشت. من امروز در حضور شما ایستادم تا تراژدی مرگ یاران مکرر کنم. هنوز همانجا، بند 8 زندان گوهردشت. بازم پرسشی هست؟ زندان گوهردشت بلوک های آپارتمانی 3 طبقه است. به ترتیب اگر ما از چپ به راست حساب بکنیم، یک بلوک آپارتمانی 1-2-3 طبقه، یک حیات، بعد بند دیگر. بند ها پارالل هم موازی هم دیگه هستن و هر کدوم رو یک حیات از دیگری جدا میکنه. به ترتیب 8 بلوک آپارتمانی هست. بند 7-8 انتهای زندان بود و پس از اون قسمت اداری زندان آغاز می شد. آمفی‌تئاتر،
حسینیه گوهردشت یکی از دو مکان اصلی اعدام‌ها در تابستان 67 بود. ما از لای کرکره های آخرین اتاقی که در بندمون بود در فاصله هفته اول مرداد ماه تا دقیقاً 23/4 مرداد ماه حوادثی رو شاهد بودیم که دیگر دوستانمون که این سمت بودن نمیتونستن به جهت موقعیت جغرافیایی زندان اون رو ببینن. بنابراین این دو بند 7 و 8 و فرعی 20 که مشرف بودن به این قسمت ها از جمله کسانی هستن که این شانس تاریخی یا بدشانسی تاریخی نصیبشون شده که بیشترین حوادث رو از اون پلیدی ببینند. به همین معنا ما در اون تابستان و در اون گرمای جهنمی مرداد ما یکی از شبهایی گفتم نیمه های مرداد بود، دو سه شب نیمه مرداد خیلی اوج گرفت تو فاصله 13 تا 15 مرداد. کامیون های یخچالداری که معمولا برای حمل گوشت استفاده میشه رو ما میدیدیم که از پشت جایی پارک میکنن، معمولا هم شب این اتفاق میفتاد. کسانی رو ما میدیدیم که ماسک زدن و مشغول سمپاشی جایی هستن. ما نمیدونستیم چه اتفاقی افتاده و اینکه کانال های ارتباطی ما با دنیای خارج رو بیشتر قطع کرده بودن از همون هفته اول مرداد ما. به هر حال مشغول کاری بودند اونجا، سمپاشی رو نمیدونستیم علت چیه. بعدن متوجه شدیم که تو اون گرما وقتی که در این مکان دار میزدن به دلیل بوی تعفن و حمل جنازه ها سمپاشی میکردن، ماسک زده بودن، علتش همین بود. کامیون های یخچال دارم که خب مشخص بود تو اون تابستون برای حمل جنازه ها در واقع دارن استفاده میکنن. تو اون لحظه اینها همه بر ما نادانسته بود، البته با تأخیر متوجه شدیم. ویژگی این بند، این بند 8 زندان گوهردشت که من در شهادتم بهش استناد کردم بابت این موضوع. ما تو اون لحظات نمیدونستیم که این کامیون ها علت پارکشون و علت اصلا وجودشون در چیست، چون اساسا من لازم اینجا این توضیحو بدم که در تابستان 67 برخلاف سالهای 60 اساسا مرگ باوری در میون اهل زندان وجود نداشت، چون علتی برای اینکه ما رو بیان بکشن وجود نداشت. بعدتر وقتی نوبت خود ما رسید، میدونیم در شهادت دوستان مجاهد اومده، از فاصله هفته اول مرداد ماه تا تاریخ 23، اونچنان که در فیلم دیدیم در شهادت آیت الله منتظری که میگه 23 مرداد ماه روز اول محرم بوده که هیئت مرگ رو میخونه به قوم، میگه محرم الان دست نگه دارید. چون ما از فاصله 23/4 مرداد ماه به اون سمت در واقع یک نوع سکون و آرامش رو در زندان گوهردشت شاهد بودیم، حدوداً 10 روزی میشه گفتش که اینها همه چیز آرام بود، اون کامیون ها اینا رو دیگه ما نمیدیدیم، همه چیز به آرامی داشت میرفت تا هفته اول شهریور ماه. دقیقاً روز 5 شهریور ماه از بندی که ما درش قرار داشتیم، یعنی بند 8، بند بالایی ما دیدیم سرصدای عجیب و غریبی داره میاد، پا دارن میکوبن بچه ها. تصورمون این بود که جا به جایی داره اتفاق میفته، حالا که اینها رو داشتن میبردن به نزد اون هیئت من. فردای اون روز نوبت ما شد، نوبت بند ما شد، یعنی بند 7، بند 8. نزدیکای ظهر پاسدارا ریختن داخل بند، همه رو مجبور کردن که با چشم بسته به بیرون محوطه بند بریم. معمولا وقتی همه بند رو خارج میکردن یک دلیل میتونست وجود داشته باشه که میخوام بند رو بگردن.
که خب خیلی عجیب غریب بود، همه بند رو بردن، حتی من یادمه که چشم بند به اندازه کافی نبود، با حوله لنگ و هر پارچه دیگه‌ای که میشد چشم رو بست، چشما رو بستن و ما رو در دو طرف راه رو ساعتی نشوندن. بعد از لحظاتی حدود 80 نفر بود بند ما، تمامی ما رو یک به یک بردن به نزد ناصریان دادیار مدیریت زندان و داوود لشکری که توی دو اتاق بودن. تک تک می رفتیم، یه سری پرسش پاسخهای ابتدایی اونجا در حقیقت کردن، گروه تو قبول داری نداری، نماز می خونی. و از میون ما، از میون اون جمعی که در حقیقت در این آقای ناصریان و لشکری بله، بعد ترجمه شده، حتما مترجم بعد ترجمه کردم. من اونجا در شهادتم گفتم که در اون چیزی که نوشتم میشم ناصریان دادیار زندان. دادیار رو به هر حال من قاضی نمیشناسم و قاضی هم نیست دادیار زندان. در حقیقت دادیارهای زندان یه جوری نقش تکمیلی بازجو رو ایفا میکردن در زندان. داوود لشکری در واقع سرنگهبان یا یه جوری میشه گفت پاسدار نگهبان و مدیر داخلی زندان بود. ناصریان در اون لحظات به واقع دادیار زندان بود که نقش کلیدی داشتن این دو نفر، که هر دو هم اسامی مستعار البته، نقش کلیدی داشتن در ادامه. ما مقابل این دو قرار گرفتیم، مجموعه بند ما. این دوتا قرار گرفتیم در این کنکور اولیه. حدود فکر کنم 16-17 نفر در حقیقت، اون که چی گذشت و اینها برجد، تو این کنکور اولیه 16-17 نفر به ظاهر قبول شدن و برگردوندن اونا رو ببند. بقیه ما که پاسخهای کلیشه اون دوران رو میدادیم، من لازم اینجا این توضیح رو بدم که قد زندان، قواره زندان در تابستان 67 قواره بالایی بود، زندان قد کشیده بود، یعنی توی دورانی بودش که به واقع بیشتر تهاجم میکرد زندانی تا اینکه در یک موضع تدافعی باشه، به مانند پس از حوادث 30 خرداد در سال 60. پاسخهای جوری کلیشه بود و ما رو، این تعدادی که باقی مونده بودیم، اونو لحظاتی بعد که توی راه رو نشسته بودیم با چشمند، پاسدارا تهاجم کردن با شلنگ و کابل، ما رو روندن به سمت چپ زندان، به منتهی سمت چپ زندان. وقتی میگین که این 17 نفر جوابشون رو قبول کردن، چرا جوابای شما رو قبول نکردن؟ ببینید خیلی اونجا شاید این دوستان هم از دوستان بسیار خوب ما بودن، همه با هم حرف زدن تو اون لحظات. این من میتونم بگم که از من چه سوالی کردن، گروه تو قبول داری نداری، من پاسخم این بود تا وقتی که کار میکردم گروهمو قبول داشتم. الان نظرت چی؟ الان نمیدونم، نمیخوام اصلا کار سیاسی بکنم، فرار میکردم از این. و به پاسخهای ایدئولوژیک هم معمولا من همواره پاسخم یه نوع پاسخ گریزانه بود، یعنی فرار میکردم، سعی میکردم جواب ندم. اون دوستان به هر حال پاسخشون به گونه ای بود که برگشتن به بند. پاسدارا که ریختن بعد از لحظاتی ما رو با کابل و شلنگ و کتک به سمت در حقیقت چپ زندان ما رو بردن، از سمت راست زندان به سمت چپ ما رو بردن به یه طبقه بالا و داخل اتاقهایی کردن که این اتاقهای در واقع بدون پنجره‌ای بود که هیچ منفذ هوا اینها نداشت. بچه ها اصطلاحاً به این اتاقها میگفتن اتاق گاز. اتاق گاز حالا مفهومش این نیست، تو ترجمه این اشکال پیش نیاد که با گاز اینا خفه میکردن اینا، چون جمهوری اسلامی اساسا نه گاز حرام میکرد و نه خیلی راحت با تناب اعدام میکردن. در تابستون 67 هم برخلاف سال 60 که تیرباران برای ایجاد رعب و وحشت شیوه اعدام ها بود، در تابستان 67 که سریت حرف اصلی بود دار میزدن، چون شلیک در واقع خبررسانه، یعنی
دست کم در زندان گوهردشت من میتونم شهادت بدم که تمامی کسانی رو که اعدام کردن با دار زدن، چون حرف اول کشتار 67 سریت و پنهانکاریشه. تا این لحظه تابستان 67 هنوز و تا کنون یک راز دولتیه، هیچ دولتمردی در موردش نگفته، هیچ دولتمرد. برای ما رو کردن، جمعیت رو کردن بچه ها رو توی اتاقایی که به اصطلاح میگفتیم بهش اتاق گاز که منفذ نداشت. لحظاتی رو سپری که واقعا تنفس بسیار مشکل بود، چون دویده بودیم، هر کس هم میدوید برای اینکه از پشت داشتن میزدن دیگه. کسانی هم که مثلا وضع بدنیشون بهتر بود و سرحالتر بودن سریعتر میدویدن. مثلا خود یکی از اونها خود من بودم که ما رو کردن توی اتاق اول، به اصطلاح در یک اتاق اول، دیگران کردن توی اتاق دوم. نوبت ما هم نوبت اتاق اول بود. لحظاتی بعد یکی از پاسدارای بی سیم به دست در رو باز کرد، در به سختی باز می شد، مثل نعل اسب اینجوری ما نشسته بودیم. گفت 10 نفر اول به نزد هیئت. چون من اولین بار بود که کلمه هیئت رو شما، اون بیدادگاه ها در واقع اسم دادگاه هم نبود که شما تصور بکنی یه اتفاقی داره می بودن، هیئت. اولین بار 10 نفر اول به نزد هیئت. بعد 10 نفر رو سوا کرد، تو مبنای انتخابش هم نمیدونیم، من در حقیقت نمیدونم چیه. یک وجه مشترک داشتیم تمامی این 10 نفری که انتخاب شدن توسط اون پاسدار در اون لحظه، وجه مشترکشون این بود که هیکلاشون درشت‌تر از بقیه بود. وقتی سوا کرد به صلا تو من نفر آخری بودم که گفت تو. بنابراین وقتی من اومدم بیرون، جلودار صفی شدم همه با چشمم که 9 نفر دیگه دستا روشونه نفر بعدی بود. این 10 نفر ایستادیم و اون فرمان حرکت داد. زندان گوهردشت اینجا یه لابیرنت های پیچ در پیچ، خیلی از بالا رو خواستم پایین، هیچ کدوم ما هم تمرکز نداریم این هیئت اصلا چه هیئتیه، هیئت عفو، هیئت بررسی، هیچ کس در واقع نظر متمرکز و مشخصی نداره. در یکی از این فرمان‌هایی که مثلا میگفت چپ راست، منم جلودار بودم به اصطلاح، در یکی از این فرمان‌های چپ و راست پیچیدن، من به اشتباه مثلا سمتی که اون میگفت رو نپیچیدم، این صف شکست، ترکیب صف به هم خورد. فریاد هوی کجا، برگشتیم که صف تنظیم شد، دیگه من نفر اول نشدم، اومدم به میانه های صف. جهان بخش سرخوش فدایی اقلیت که چند ماه بیشتر از حکمش باقی نمونده بود شد جلودار این صف، که ما رو آوردن نشوندن جلوی یک اتاقی، همگی نشستیم. ناصریان یا همین معروف به شیخ مقیسی که اسم واقعیشه، نفر اول که جهان بخش سرخوش شده بود رو دستش گرفت و برد داخل اتاقی که ما نمیدونیم چیه. بقیه هم نشستیم. لطفاً برمان توضیح کنید که مسئولین این هیئت کی بودن؟ الان میرسم به اون بخش که خودم مقابل این هیئت قرار میگیرم، اسامی رو توضیح خواهم داد. جهان بخش سرخوش رفت داخل این اتاق، لحظاتی بعد ناصریان نورد بیرون، سپردش با خشونت دست یک نگهبانی، گفت ببریدش نکبت و چپ. اونجایی که ما نشسته بودیم گفت ببریدش چپ. این چپ ما نمیدونستیم چیه دیگه، اسم رمز و شب اونها بودش. این چپ همون حسینی آمفی‌تئاتر زندان گوهردشت بود که میبردن دار میزدن، دارهای 6 ردیفه ای از قبل تعبیه شده ای بود که همونجایی که گفتم ما این کامیون ها رو میدیدیم بعد از دار مینداختن تو این کامیون ها. اینا جهان رفت، ما نمیدونستیم که جهان بخش رو کجا بردن. در واقع یه جوری سهم زندگی منو جهان بخش تو اون لحظات انگار تاخت زده شد و اینا. من از جهان به جهت این اشتباهی که رخ داد پوزش میخوام و حتما جهان منو میبخشه بابت اون اشتباه. جهان رفت و لحظاتی بعد قطعا تو یکی از اون کامیون‌های یخچال‌دار قرار گرفته و الان هم نمی‌دونیم کجاست. یه گوشه خاوران پرتش کردن.
من برای اینکه کوتاه صحبت کنم که فرصت تنگ هست و اینها، نوبت خود من شد. کسانی که مقابل این هیئت قرار می گرفتن، اینا همه حوزه دانسته های ما بعد از حوادثی که اتفاق افتاد، یعنی اطلاعاتمون وقتی رو هم دیگه گذاشتیم، کسانی که مقابل این هیئت مرگ قرار می گرفتن، سه سرنوشت نصیب می بردن. سؤال کلیدی حجت الاسلام نیری به عنوان ریاست این دادگاه که دو همکار دیگه داشت، مرتضی اشراقی به عنوان دادستان و مصطفی پور محمدی به عنوان مطلع وزارت اطلاعات، نیری و اشراقی نقش لاجوردی و گیلانی سال 60 رو ایفا میکردن در واقع، دادستان و حاکم شهر، مصطفی پور محمدی هم مطلع وزارت اطلاعات. در حکم خمینی مشخصا به این موضوع اشاره شده، یعنی به این ترکیب هیئت مرگ و وظایف هر کدوم از اینها. مصطفی پور محمدی آخرین وزیر کشور دوران رئیس جمهور فعلی ایران آقای احمدی نژاد بود و الان هم در حقیقت در پست بازرسی کل کشور در دیوان عالی کشور رو داره، یعنی هنوز در رأس کار هستیشون، یعنی مناصب مهم قضایی رو دارن، ارتقاء مقام حتی پیدا کردن. پرسش کلیدی آقای نیری از چپ‌ها و مارکسیست‌ها آن بود: مسلمان یا مارکسیست؟ پاسخ به این سوال سرنوشت مرگ و زندگی رو رقم می‌زد در اون لحظات. تمامی که هیچ کس در اون بیدادگاه‌ها حضور نداشته، تمام اینها پایه‌هاش در واقع پایه‌های واقعی حدسیات ماست. هر کس فقط در بیدادگاه خودش حضور داشته، اما ما میتونیم حدس بزنیم، حدس قریب به یقین که چه اتفاق افتاده. چون از خود من این پرسش شد: مسلمانی یا مارکسیست؟ تمامی کسانی که سخنشون مارکسیست بودن تلقی شد و دفاع ایدئولوژی امروز در خاورانه. قطعاً اینطوری میبایست باشه که ببینید، دو بهانه برای مجاهد کشی و چپ کشی که تفاوت کلیدی و عمده داشته در تابستان 67 آن است. مجاهدین رو به بهانه محاربه با خدا، یعنی جنگ با خدا، تو شهادت بچه های مجاهد است. پرسش هایی که از اونا کردن پرسش های مذهبی به قاعده نیست. از یه مجاهد نمیپرسن نماز میخونی یا نه، معلوم میگه میخونم. مجاهدین رو پرسش هایی رو مطرح کردن که محاربه با خدا از توش استنتاج بشه و به این بهانه اعدام شدن. چپ ها رو به بهانه ارتداد از خدا، یعنی بازگشت از خدا. بنابراین پرسش ها متمرکز بوده روی پرسش‌های ایدئولوژیک. به همین معنا میشه کشتار تابستان 67 به ویژه چپکشی رو کشتن فکر مخالف هم دانست. شما رو اعدام نکردن؟ نه. و ببین، بعضی از همبندی‌ها برنگشتن به بند یا چی شد؟ من با توجه به فرصتی که هست سعی میکنم که این گزارش رو خیلی سریع بدم تا بتونم به همه اون چی که مد نظر هست توی شهادت پرداخته باشم. گفتم سه تا در واقع سرنوشت رو نصیب میبردن. کسانی که حرفشون دفاع ایدئولوژیک تلقی شد امروز همه تو خاورانه. آن کسانی که برای فرار از این، مثل خود من، من همواره در زندان از پرسش ایدئولوژیک فرار میکردم. مثلا بهم گفتم مسلمانی یا مارکسیست، من هنوز نرسیدم، دارم مطالعه میکنم. اینجا ولی این گوشه رینگ راه فرار وجود نداشت. کسانی که برای مقابله و فرار اینگونه پاسخ میدادن، با پرسش های بعدی آقای نیری مواجه میشدن. وقتی میپرسید مسلمانی یا مارکسیست، اگر میگفتی نرسیدم یا اصلا تعین ندارم اون موضوع فلسفه و اینها، پرسش های بعدی رو مطرح میکرد تا به این برسونه.
مسلمان باید نماز بخونه. یا مسلمانی باید نماز بخونی یا میزنیم تا بخونی. دومین سرنوشت رو کسانی سهم می‌بردن که مسلمان بودنشون یا حرفشون دفاع ایدئولوژیک تلقی نمی‌شد، حکم داد بزنید تا بخونه. این بزنید تا بخواند بی حد بود. شما دارای هر جرم، به اصطلاح جرم که نه، ما چون در اسلام و در جمهوری اسلامی مقوله‌ای به نام جرم نداریم، مثلا جرم یه مقوله شهروندانه است. همه کسانی که در حکومت اسلامی خطا میکنن گناه میکنن، مقوله است آسمانی، یعنی ما از گناه پاک بشیم مرتب. کسانی که در واقع حکم میداد برای زدن، چون شما بیرون اگه جرم اجتماعی مرتکب بشیم، مثلا شراب بخوریم، اعمالی که از طرف جمهوری اسلامی محکومه، یعنی 80 ضربه کابل بزنیم، 50 ضربه شلاق بزنیم، این کابل بی حد بود، می زدن تا یا بخونی یا بمیری. جلیل شهبازی که اشاره کردم، بعد از آنکه صحبتش دفاع ایدئولوژیک تلقی نشد ولی نماز رو نپذیرفت، پس از خوردن 60 ضربه صبح هفته شهریور با همون شیشه مربایی که عنوان لیوان چای ازش استفاده میکردیم خودش رو زد. صدای ناصریان بلند شده بود که این کثافتکاری ها چیه میکنید، ما طناب به قدر کافی داریم. به همبند جلیل گفته بود که اگر تو هم میخوای ما طناب میذاریم در اختیارتون، چون کثافتکاری ها چیه میکنید. یحتمل خود ناصریان جنازه نیمه جان رو تمام کش کرده تو اون لحظات. بنابراین مسلمان باید نماز بخونه، میزدن تا بخونی. کسانی که دفاع ایدئولوژیک تلقی شد به خاوران برده شدن با همون کامیون هایی که حکایتشو گفتم. شما الان گفتید که هیئت مرگ دادگاه رسمی نبود. وکیل داشتیم؟ شما دارین شوخی میکنین با من؟ نه. حتی بپرسن. اساساً زندانی سیاسی، زندانیان سیاسی در دهه 60 چیزی به نام وکیل واقعا به عنوان یه شوخی از نوع بیمزش باید تلقی کرد برای اونچه که ما باهاش رو در رو بودیم و اینها. چیزی به نام وکالت و وکیل، چون تمامی ما در حقیقت افراد گناهکاری بودیم که از امت واحده اسلامی، اونچه که آقای خمینی مطرح میکردن، تمام کسانی زندانیان در واقع کسانی هستن، خطاکاران این گونه، گناهکاران کسانی هستن که از امت واحده جدا شدن و اینها باید پاک بشن تا برگردن. حاج داوود رحمانی، من اینجا اسم ببرم، کسی که شکوفه روایت سختش رو گفت، 9 ماه در تابوتهای او بوده، کلام معروفی رو داشت بر این مبنا که کافی نیست در نظام زندان اسلامی زندانی توبه کنه، باید توبهش محرز بشه. اونا یک مرحله سخت در این کنکور داشتن به نام احراز توبه، یعنی توبه شما باید تازه محرز بشه تا شما رو در حقیقت اینها تازه جزء انسان بدونن. ما هیچ کدوم وکیل نداشتیم. تازه دادگاه هم من پوزش میخوام. دوستان عزیز، هیئت منصفه، جناب دادستان، ما در تاریخ قرون وسطا در تفتیش عقاید میخونیم که اون کسانی که مقابل هیئت انگزاسیون قرار میگرفتن، به طرف میگفتن که آقا زمین به دور خورشید میچرخه یا نه، اگر بگی میچرخه میندازیم تو آتیش. به هر حال طرف رو مقابل یک انتخاب قرار میدن، انتخاب متوحشانه. ما هیچ کدوم مقابل انتخاب قرار نگرفتیم در تابستان 67. تراژدی ماجرا در اینه، یعنی یک فریب سال تابستان 67. کسانی مقابل این هیئت مرگ، وقتی آقای نیری ازشون پرسیده بود که مسلمان یا مارکسیست و گفته بودن برای چی میپرسی حاج آقا، گفته ما هیئت عفو از طرف امام هستیم، میخوایم بند چپی ها از راستی ها رو جدا کنیم. یعنی تماما بر فریب استوار اون سال، که از واقعا یک جنایت بیبدیل در تاریخ بشری و در تاریخ
معاصر هنجار جنایت در این حکومت اسلامی تابستان شهر. جمهوری اسلامی نه اولین باره و نه آخرین بار احتمالاً که دچار این جنایت های این گونه میشه. خط خونینی که از پشت بام مدرسه علوی تا کهریزک ادامه داره و میراث خمینیه تماماً تا به امروز بوده، ولی اون چه که ویژگی این کشتاره فریب، دروغ و سریته و هنوز یک راز دولتی. من دو بار مقابل هیئت مرگ قرار گرفتم. بار اول در تاریخ ششم شهریور 67 بود که ناصریان بعد از اینکه دو سه تا از بچه ها رفتن داخل و برگشتن، بعد از جانبخش سرخوش دو عضو دیگه، دو نفر از دیگه از دوستان ما رفتن بیرون، اینا رو نبردن چپ، فرستادنشون جای دیگه که باز ما نمیدونستیم کجاست، بعدا خودشون تعریف کردن. اینا نماز رو نپذیرفته بودن، حکم کابل داد آقای نیری، حکم کابل داده بود که بزنید بخونم. بعد نوبت من شد، من مقابل این هیئت قرار گرفتم. گفتن چشمن تو بزن بالا، چشمن رو زدم بالا. آقای نیری وسط نشسته بود، چپ و راست ایشون آقای پور محمدی و اشراقی بودن. پرسش اولش همین بود، مسلمانی یا مارکسیست؟ که من تو شهادت گفتم، تو کتابم هم هست، دقیق همه رو گفتم، نمیخوام درازگویی کنم اینجا، تنها این موضوع رو بهش اشاره بکنم. در همین پرسش اول و دوم بود که من داشتم فرار میکردم از پرسش ایشون، تلفنی روی میز ایشون بود که اون تلفن به صدا در اومد. ایشون تلفن رو خودشون برداشتن، با کسی که اون سوی خط بود و محترمانه ایشون داشت صحبت میکرد سخنانی رد و بدل کردن که من نمیدونستم چی داره میگه. در همین لحظه با دست اشاره کرد به چپ و راستش، آقای پور محمدی و اشراقی بلند شدن، به آقای ناصریان که دادیار زندان بود توی اتاق حضور داشت گفت ببریدش تا بعد. یعنی من نه چپ رفتم نه راست رفتم، یه جای دیگه رفتم، اومدم بیرون با دوستان دیگری که باقی مونده بودیم که جمعاً 7 نفر بودیم. ما رو دیگه بر نگردوندن به نزد دوستانمون، ما رو بردن به یک اتاق دیگری. یکی از پازل های ناتمام کشتار تابستان 67 آن است که در تاریخ 7 و 8 شهریور در زندان گوهردشت بر اساس حوزه دانسته های من هیئت مرگ کارش تعطیل شده. چراش رو تا این لحظه نمیدونم، علت چیست؟ اینها در اوین مشغول بودن یا دلایل دیگری احتمالا. اون دو روز اطلاعاتی رو ما کسب کردیم که به خیلی از ماها در حقیقت زندگی دوباره بخشید. یکیش ماجرای جلیل شهبازی بود. آقای اصلانی وقتمون کمه، فقط یه سوال آخر اگه خیلی خلاصه نتونی جواب بدیم شکرم. شما توی زندانهای مختلف بودین، توی اوین، قزلقصر و گوهردشت. به نظر شما مثلا این شکنجه ها، وضعیت این زندان ها چه شکلی بود؟ مثل هم بودن؟ از یه تیپ مثلا سیستماتیک بودن؟ من تجربه شخصی خودم رو میگم، نظام زندان جمهوری اسلامی بر 2 مبنا استواره: دریدن جسم و تحقیر روح تا حد خوب نبودن، تا حد خود نبودن که قالب توبه اسلامی متبرد. 2 مبنای نظام زندان اسلامی تا همین لحظه اشکالش تغییر کرده. قطعا دوره‌ای که شکوفه تو تابوت بوده شرایط بسیار وحشتناکتری بوده که من نبودم در اون دوران. سیاه‌ترین دوره زندان جمهوری اسلامی سال 60 تا 63 است. شنیع‌ترین دوران این دوران، دوران فرمانروایی آقای لاجوردی و حاج داوود بر 2 زندان اوین و قزلحصار. من سال 63 به زندان رفتم. وقتی که ما به زندان پامون رسیده شد، دوستانی که تجربه سال 60 داشتن از تابوت ها میگفتن، میگفتم آه چه خوب که ما نبودیم. بعدتر وقتی ما از 67 گفتیم، این دوستان گفتن که وای چه خوب بود ما نبودیم در 67، و وای بر شکوفه و دیگران که هر دو رو بودن و
ما فکر کنم این نسل در حقیقت یه بدهی اینجوری هم به کسانی که اساساً دیده نشدن. زندان دهه 60 زندان نادیدگیه، زندانیه که همه چیز محوه، برخلاف امروز که نور افکن رو زندانیه، قرص عقب و جلو میشه رو نت میاد. زندانی دهه 60 قربانی تبخش و چنگال و قربانی تنهایی خودشه، نادیدگی و ناگفتگی. شاید تریبونال و مراسمی از این دست و دادگاه‌های از این دست بتونه به واقع اون فریاد رو و اون فضا رو در حقیقت برای کسانی که هنوز نمیدونن در دورانی که موسوم به دوران طلایی بوده چه رخ داده. بله کاملا. جمهوری اسلامی در کمال عقل به اون کشتار دست زد و میزنه و اینها. اون کشتار هم از حوالی فرانس که هنوز چرخش به زمین باز نشده بود سیاست حزب آغاز. اما چرا ما آنکه میدونیم پاسخ منفی دادیم در تابستان 67 اینگونه نبود. شهادت هم گفتم، اینجا هم اشاره کردم، اصلی کشتار تابستان 67 سریتش بوده. هیچ کدام ما مورد انتخاب واقع نشدیم، در واقع اصلا انتخاب نکردیم. ما گفته نشد که اگر بگید مسلمان باشیمت. اگر ما مورد این پرسش قرار می گرفتیم چیزی از تبخش اینها کم نمیکرد، اما اگر مورد این پرسش قرار یک انتخاب آگاهانه میکردیم. کسانی از ما، از دوستان ما اساسا انتخابی نکردند. من یقین کامل دارم بسیاری از دوستان ما که ترا دار به گردنشون افتاد تا اون لحظه متوجه موضوع نشدن. اصلا تراژیک بودن کشتار تابستان 67 در همین عدم انتخاب بسیاری از کسانی که پای چوبه دار رفت. تاریخ 4 اسفند 1367 با بسیاری از زنده ماندگان چپ من آزاد شدم. حدود 8 پس از کشتار.
پس از کشتار تابستان 67 نامه ای رو در پاییز اون سال آقای محمدی ریشهری به آقای خمینی نوشتن. در اون نامه اشاره کردند به عفو زندانیان باقی مانده. به تازگی کتاب آقای هاشمی رفسنجانی، یکی از قاتلین اصلی ترین قاتل زنده مان در اومده راجع به کشتار تابستان 67. ایشون در یادداشت روزانه خودشون که تاریخ 5 مهر 67 رو داره اعلام میکنن که جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، نمایندگان قضات اوین و مطلعین وزارت اطلاعات 2 نظر ارائه کردند در مورد زندانیان باقی مانده. باقی مانده یعنی زنده ماندگان، یعنی اعتراف دولتی به این هستش که ما تعدادی رو کشتیم، یه تعداد باقی موندن. این شاید جز مهمترین اعترافات رسمی یک مقام اصلی و اصلی ترین مقام باشه، آقای هاشمی رفسنجانی که امروز ازش به عنوان محلل نام برده میشه. ایشون میگن قضات اوین و تیم وزارت اطلاعات 2 نظر متفاوت داشتن. قضات اوین نظر تندتری رو داشتن، وزارت اطلاعات نظرش آن بود که اوضاع به سابق برگردد، یعنی به قبل از کشتار. این پلان در حقیقت از قبل تصمیم گیری شده بود که کشتار بکنن، بعد از کشتار هم برای اینکه با جامعه جهانی بتونن تعامل بکنن، کسانی رو که باقی موندن در شرایط خودشون آزاد بکنن، که خب این کار رو هم کردن.